در مسیر جاده کرمان به شیراز هستیم و در هر دو طرف جاده تنها چیزی که دیده میشه مناطق بیابانیه، بیابان و شن. به طور اتفاقی مسیرمون رو کج کردیم و به مزرعه آفتابگردانی رسیدیم. به مزرعه رفتیم و اونجا رو دیدیم. خیلی عجیب و در عین حال جالبه که در میان کویر مزرعه آفتابگردانی به این بزرگی وجود داره. آفتابگردان گیاهیه که علاوه بر جلوی زیاد دانه هاش هم خوردنیه. توی پاناما از آفتابگردان به عنوان گیاهی تزئینی استفاده میشه، اما در اینجا از دانه هاش روغن میگیرن و یه خوراکی هم محسوب میشه. نزدیک شیراز برای دیدن مقبره کوروش توقف کردیم. مکانی بسیار مشهور هم در کشور و هم در سطح بین المللی. مخصوصا این که بازدید کنندگان داخلی و خارجی بسیاری داره. امروز اینجا هستم و مقبره‌ای رو میبینم که کاملا از سنگ مرمر ساخته شده. حافظ شناخته شده ترین شاعر ایرانیه و از همه شعرها بیشتر مورد احترام مردم، چه در داخل و چه در خارج از کشوره. مقبره حافظ همیشه بسیار مورد توجه بازدید کنندگان داخلی و خارجی قرار میگیره تا از باغچه ها، بوی گل ها و موسیقی ایرانی لذت ببرن. امروز تصمیم گرفتم تا به دیدن این شاعر بزرگ ایرانی بیام. حافظ شاعری مشهور و مقبرش بسیار دیدنیه. به علاوه شعراش به زبانهای بسیاری ترجمه شده. اینجام با مردی مواجه شدم که یه پرنده داشت و منم آرزوی کردم و پرنده برای من شعری از حافظ بیرون کشید. در تخت جمشید هستیم. به اینجا اومدیم تا ساختار بنا رو بررسی کنیم. تا به حال اطرافش رو دیدیم و از نظر زمینشناسی میتونم به لایه‌های دگرگون شده کربن، کلسیوم، سنگ آهک و مرمر اشاره کنم. خب بالا میریم و هنگام صعود کمی بیشتر اون رو مورد بررسی قرار میدیم. به یکی از اهداف سفرم به ایران دست پیدا کردم. دیدن ساختارهای زمینشناسی تخت جمشید از نزدیک. سالها بود که همچین ساختارهایی رو اینقدر از نزدیک ندیده بودم. اما الان اونا رو به یاد میارم.
البته بعد از بیش از 30 سال در بخش جنوب ایران و در تخت جمشید. واقعا زیباست. تخت جمشید مکانی بسیار تاثیرگذاره که دلیلش میتونه به خاطر وسعت، ساختار، توزیع معماری و برای طراحی خوب راه‌های دسترسیش باشه. جالب اینجاست که مساحت بسیار زیادی به باغ‌ها، ساختمان‌ها، ستون‌ها و قصرها اختصاص داده شده که این موضوع خیلی جالب توجهه. و این مکان بسیار مورد بازدید محلی ها، ایرانیان و علل خصوص خارجی هست. من امروز اینجام و به سمت تخت جمشید میرم، جایی که تاریخچه ساختش و وقایع رخ داده بعد از اون در کتاب های تاریخ ثبت شده و به من رسیده، در جایی که تاریخ هنر به تنهایی باعث غنی شدن فرهنگ این سرزمین شده. تخت جمشید در دامنه کوه واقع شده، در بستری از صخره‌های آهکی، رسوبی و به خصوص سنگ مرمر. تمام بنا تشکیل شده از قطعات سنگ مرمر تراشیده شده، مانند ستون‌های مرمرین، مجسمه‌هایی به شکل اسب، پادشاهان و حتی راهروهایی که با حجاری بر روی سنگ شیوه زندگی در تخت جمشید، زراعت و زندگی روزمره مردم در این سرزمین نشون داده شده. همچنین موضوع تأثیرگذار دیگه اینه که کاخهایی که هنوز در این محوطه تاریخی حفظ شدن، عملاً بر روی همین صخره ساخته شدن. اینجا میتونیم دامنه کوهی که تخت جمشید کاملا بر روی صفحه مرمر بنا شده رو ببینیم. خیلی جالبه، اونو اینجا گذاشتن تا خنک بشه بعدم بخورنش. در تنگه تامرادی هستیم، جایی که در راهی باریک در میان رشته کوه زاگرس قرار داره، نزدیک شهر یاسوج. اینجا در فصل تابستان فوق‌العاده است، چون خانواده‌ها به دنبال مکانی برای تفریح، استراحت و در کنار هم بودن هستن. معمولا خانواده های ایرانی به اینجا میان و با خودشون وسایل مورد نیاز موندن و استراحت کردن رو میارن، مثل غذا. اینجا از شهر خیلی دوره. از ویژگی های مهم این تنگه وجود آبشارها، سبزه، درختان میوه و خنکی هواست. در کل اینجا محیطی فوق‌العاده در میان رشته کوه زاگرس.
اینجا متوجه شدم که در واقع تشکیل این غار علاوه بر دلایل زمینشناختی مانند گسل‌ها میتونه دلیل دیگه‌ای هم داشته باشه، مثل فرسایش آب رودخونه‌ای که از اینجا میگذره، چه آب‌های سطحی و چه آب‌های زیرزمینی که از تنگه عبور می‌کنند و باعث شکل دادن این غار، محیط اطراف و گودال‌های آب عمیقی میشن که مردم میتونن اونجا شنا کنن و البته از دمای مناسبش هم میتونن لذت ببرن. همچنین میتونن اوقاتی رو با خانواده، دوستان و آشنایانشون بگذرونن. امروز من به اینجا اومدم تا این محیط رو برای شما معرفی کنم و از نظر زمینشناسی و جلوه‌های دیداریش اونو مورد مطالعه قرار بدم. خب الان در ارتفاعی در 1540 متر بالاتر از سطح دریا هستیم. باور نکردنیه که همه اون چه در اینجا و اطرافش میبینیم میلیون‌ها سال قبل زیر دریا بوده. خیلی جالبه. بذاریم ببینم. اینجا میشه تعدادی فسیل دید که خیلی هم کوچیکن و به دلیل فشارهای لایه‌های بالایی زمین تغییر شکل پیدا کرده. اینجا رو نگاه کنید، ببینید. آها، این نوعی از دگرگونی در اثر فشار لایه‌های بالایی زمین. تیکه‌های فسیل در اینجا وجود داره، متعلق به موجوداتی که زمانی در اینجا زندگی می‌کردند و در میان سنگ‌های آهکی، کربن و همینطور خاک رس رسوب پیدا کردند. سطح‌هایی وجود داره که میشه به اونا و به شکاف میان صخره‌های رسوبی دست زد. اما اگه میان شکاف‌ها و لایه‌های رسوبی جستجو کنیم، احتمال پیدا کردن فسیل‌هایی وجود داره که در میان این حجم عظیم از رسوبات قرار دارن. ببینید، یه لایه اینجاست. لایه‌ای که قبلاً در زیر دریا قرار داشته. داریم به آخر مسیرمون در این رشته کوه عظیم یعنی زاگرس نزدیک میشیم. جایی رو دیدیم که کمی توپوگرافی متفاوتی داشت. صخره‌های رسوبی بسیار، تکشیب‌های افقی که به نظر ساختمان‌های بزرگ با طبقات بیشمار می‌رسیدند و همچنین در مسیر جاده با خطوط لوله‌های نفت مواجه شدیم که از این کوه‌ها سرچشمه گرفتن و به صورت موازی با جاده تا پالایشگاه در جنوب ایران یعنی آبادان کشیده شدن. الان بخش اعظمی از کوههای رشته کوه زاگرس رو پشت سر گذاشتیم و داریم به سمت جنوب میریم. نقشه توپوگرافی شروع به تغییر کرده. قبلا میشد صخره‌های رسوبی کریستالی دگرگونی یافته رو دید، اما الان داریم از کنار صخره‌های رسوبی شنی عبور میکنیم. این به ما ثابت میکنه که چه نوع ساختار زمینشناسی رو در نهایت خواهیم دید.
و به علاوه به ما نشون میده روند فرسایش شدیدی که نمایانگر توپوگرافیه که اینجا میتونیم شاهدش باشیم. همچنان موازی با جاده میتونیم مسیر لوله های نفت و که از چاه های نفت شروع شدن و تا پالایشگاه ادامه پیدا میکنن رو ببینیم. شهری ساحلی در جنوب ایران واقع در خلیج فارس. آبادان یه شهر بسیار خاصه و اولین ویژگیش اینه که نخستین پالایشگاه‌های نفت و گاز خاورمیانه در این شهر ساخته شدن. ویژگی مهم دیگه این شهر ساحلی اینه که در طول 8 سال جنگ میان ایران و عراق این شهر تحت بیشترین فشار بوده. خصوصیت دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد ساحلی بودن و دمای این شهره، چون در بعضی زمانهای خاص در سال هوا خیلی گرم و در سایر مواقع سرده. نکته جالب دیگه اینجاست که عصرها زمانی که خورشید در حال غروب کردنه و از گرمای هوا کاسته میشه، مناسبترین زمان برای پیاده روی و بازدید از جاهای دیدنی، مزارع و مکانهای خاص شهر. این ساحل رودخانه اروندی که میبینید، این رود مرز میان ایران و عراقه. الان میتونم با آزادی در طول خط ساحلی اروند قدم بزنم و قایق‌هایی رو ببینم که با جریان آب بالا و پایین میرن. خب الان قایق‌های زیادی در اسکله پهلو گرفتن، اما چند سال پیش و در زمان جنگ بین ایران و عراق این رودخانه شاهد شدیدترین رویارویی‌ها میان دو جبهه بود. جنگ‌هایی که به نظر میاد نمیتونستن در این مکان اتفاق افتاده باشن، اما امروزه از اون برای تجارت استفاده میشه. بهمنشیر یکی دیگه از رودخانه های این دلتا است که خط ساحلی آبادان رو تشکیل میده. در این لحظات فکر میکنم که من در واقع تنها خارجی هستم که در خیابان های آبادان در حال قدم زدنه، چون در فصل تابستان هستیم و گرما واقعا طاقت فرساست. اطرافم درختان نخل بسیاری وجود داره. نسیم خنکی از سمت دریا در حال وزیدنه، اما هوا بازم خیلی گرمه و دما بسیار بالاست. با این وجود من در این تابستان داغ در آبادان در خلیج فارس قدم میزنم. بین اتاموس در یکی از نخلستان‌های خرما در شهر آبادان هستیم. یادمون باشه که آبادان روی یک دلتا بنا شده که با دو رود آب شیرین تغذیه میشه. درون این دلتا مزارع زیادی به چشم می‌خورن، به خصوص نخلستان‌های خرما. حجم عظیمی از محصولات کشاورزی تولید شده اینجا به مصرف مردم محلی میرسه و برخی هم صادر میشه، مانند خرما. میریم کنار رود بهمنشیر، یکی از رودهای آب شیرینی که به دلتای آبادان میریزه، جایی که بزرگترین نخلستانهای خرما وجود دارن. الان در کنار ساحل رودخانه هستیم.
در اینجا میشه دوره‌های وقوع جزر و مد رو دید که مستقیماً از دریا تأثیر می‌پذیرند. حالا زمان جزر آبه. در نتیجه تونستیم به نزدیک ساحل رود بیاییم. اوقات دیگه مثلا در صبح به خاطر مد آب تا جایی که وایسادن بالا میاد. و اینم بازار آبادان، یه بازار شناخته شده دیگه. متوجه شدم که بازار تمام شهرهایی که تا به حال دیدم با هم کاملا متفاوت بودن، مخصوصا این بازار در جنوب ایران، جایی که خرمای بسیاری کشت میشه. طعم خوبی داره اما یکم تلخ. خب این هم خرمای نارسته که میخورنش. من اهل پاناما هستم. خوشحال شدم. اینجا خرمشهره. خرمشهر در 5 کیلومتری آبادان واقع شده، شهری هممرز با عراق. در دوران جنگ در همون روزهای ابتدایی این شهر توسط ارتش عراق اشغال شد. در خرمشهر بزرگترین رویارویی‌ها میان نیروهای ایرانی و ارتش متخاصم عراق رخ داد که باعث مرگ بسیاری از جوانان این سرزمین شد. در نتیجه این شهر از اهمیت خاصی برخوردار. شهری مقدس برای ایرانیان به خاطر تعداد جوانانی که در زمان جنگ در این شهر جونشون رو از دست دادن. اینجا تعدادی ماشین دیدم که به صورت عمودی در زمین فرو رفته بودن. متوجه شدم که این موزه جنگ خرمشهره که البته توی این ساعت بسته است، ولی من تونستم چندین عکس از بیرون موزه بگیرم. این موزه نشان دهنده ایستادگی مردم ایران در طول جنگیه که عملاً بیش از 8 سال طول کشید.